دوستان عزیز سلام، خوش هستم که باز هم در این هفته در برنامه میزبان در خدمت شما هستم. من ایمل آصفی هستم، شما همی لحظه بیننده شبکه 3 هستید و آرزو میکنم که همتون جور و صحت سلامت باشین. باز هم در برنامه میزبان این هفته ما فقط یک میزبان داریم براتون، میگم که بر چهرهش همتون تمامتون آشناسین، کسی هست که در سوریالا و در فیلم ها زیاد نقش داره، همچنان یک ورزشکار است. این را براتون نمیگم که کی است، شما مرا همراهی بکنین در برنامه میزبان. دوستان عزیز، قسمی که براتون وعده کردم میزبان هفته ما سهر پرنیان با چهرهش آشنا هستین. در قدم اول تشکر میکنم از سهر پرنیان از اینکه دعوت ما را پذیرفت. خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین شما و دوستای عزیز بیننده های تلویزیون 3 که مهمان خانه ما شدن. من هم باز هم سلام برای تمام کسای کمیل ازه برنامه میزبان از شبکه 3 تماشا میکنن. میزبان ما در هفته هنرپیشه جوان، بازیگر و همچنان کسی که ورزش هم میکنند میزبان ماست. خب سهر جان، میشه ایره بر ما بگوین که اولین سوال ما، علت جذاب بودنتان در چه است؟ خدا، اول از اینجا شروع کردیم. خب من خب کار سخت نمی کنم، خب حتما جذابیت ذاتیم است. خب ذاتی جذاب هستین. خب سهر جان، میگن دختر نازدانه پدر و مادر هستی؟ بله. من همچنان پسکورکی؟ نه خیلی پسکورکی نیستم، خب کلان خانه هستم، یک تا دختر هستم در خانه و مادرم و بیادرم زیاد نازم میدم. سر میشه در رابطه با تحصیلاتتان کمی بر ما و بر بین انتها بگوین؟ من تحصیلات من فارغ صنف 12 هستم. ایران خوب خاصیت چی تو است که صنف 9 را خلاص کردیم رشته انتخاب میشه، برشته ادبیات تا صنف 12 خواندم ایران. ماشاءالله. سر اینا بر ما بگین که میگن همیش سر رو ببینین که آرایش میکنن. به نظر تو ما آرایش کردیم زیاد؟ فعلا نکردی، نمیفهم چی علت است. خب آرایش کردن اصلا دل خانم ها اصلا خوش میکنه، آرایش کردن اصلا برای خانم هاست. خب خانمی که آرایش نکنه، خب چقدر برتم بگم، خب هر از خانم ها کلن آرایش میکنن و من بله آرایش میکنم. آرایش میکنین؟ میکنم، نه زیاد. زیاد نه، کم میکنن. خب چی چیز وادار ساختتان که به طرف هنر پیشگی و طرف سینما کشانتان؟ آیا جبران بود یا خودتان انتخاب کردین؟ من از وقتی که از ایران آمدم هنر پیش شدن من خود اتفاقی بود، یعنی من کار هنر را از کامرامینی شروع کردم و رشته اصلیم هم که ورزش است. گفتم مثلا پیش خودم، هر کس پیش خودش میگه که چی کار کنم چی نکنم، من پیش خودم گفتم و مشورت پدرجان من بود که امی راه هنر و ورزش خودش خدمت کردن از بنوان یک دختر افغان برای کشور. و وقتی که هنر انتخاب کردم پیش خودم گفتم که من میتونم از راه هنر و ورزش پرچم افغانستان همیشه زنده نگه دارم و نام افغانستان و دختر افغان همیشه زنده نگه دارم و نشان بدم به جهانیان که افغانستان و دختر افغان میتونه که کار باشه، میتونه هنر پیشه باشه، میتونه ورزشکار باشه. آفرین، ماشاءالله، دختر خوب، دختر با استعداد. و ما هم افتخار میکنم با وجود کسایی که واقعا نام افغانستان بلند میکنن، زمانی که در یک کشور بیرق از افغانستان بلند میشه، جای افتخار بر ما شما هموطنای عزیز است. سهر جان، خبر شدیم که میگن نامزد شدی و نامزدتان اجازه نمیدیدن که در سینما کار بکنی. نه خیر، این مدتی بود که شایع شده بود پسر من که من نامزد شدم و نامزد من اجازه نمیده در سینما بیام. نه خیر، این اصلا کلا اشتباه است، من نه نامزد شدم و نه نامزدی مرا گفته که در سینما کار نکنی. خب یک مدت از سینما دور بودم به خاطر یک ترنینگ خیلی کوچک داشتم، به خاطر درس سینما که بیشتر بیاموزم درس سینما و شاید مردم میتونی برداشت کنن. چه قسم یک همسر میخوایی به نظرتان؟
واقعا این سوال خیلی سختی است. خب هر وقت که پیدا شد یه باز برات خبر میدم که همچین شوهری من پیدا کردم. خب سر بر ما میگه ایره که تا حال در چند فیلم کار کرده و چند سریال بوده، در سریال ها چه قسم نقش را داشته؟ من فیلم سینمایی خب خیلی زیاد بازی نکردم، بیشتر کار ما در سریال بوده، در تلویزیون و حدود 5 سریال کار کردم که بیشترش هم نقش کمدی را بازی کردم و یک سریال به نام بین من و تو که تازگی خلاص شده نقش دختر ژورنالیست و دختر خیلی پرهیجان و کاری هستم. سرجان میگن که بر من یکی از کسی ها گفتن که از هر پرسان بکنین که چرا ایرانی صحبت میکنه، بین علت ایره از خود زبان سر میپرسیم که چرا ایرانی صحبت میکنه. خب به خاطر که من تولدم ایران شده و همونجا کلان شدم، باز حدود 3.5 سال اینقدر میشه که من افغانستان آمدم و لحجه من تغییر دادم، یعنی دری کدوم لحجه من او تو مثلا خوب سعی قلیز بخوام دری گپ بزنم نمیتونم، مثلا یگان لغت پرانی میشه، مثلا یگان تاش از دهنم میپره بیرون، اما در واقع دوست ندارم دیگه ایرانی گپ بزنم، دوستم افغانی دری پخته گپ بزنم. من زیاد ایرانی نمیفهمم، بلدت نیستم، اما فقط همین قدر میفهمم که مرسی. مرسی. مرسی خب اصلش کلمه فرانسوی است که مرسی از باز ایرانی کشتن مرسی. مرسی. شکر کردن از او. خیلی ممنونم. بله. سرجان، سر خبر شدیم که درایو هم میکنی. بله. درایو میکنی. بله. چرا روی مردم چطور است؟ از نظر من درایوری در افغانستان هنوز عام نشده، به خاطری که تازگی از این چند سال اخیر زنان سرجلا موتر شدن و متردهانی میکنن و از نظر مردم مثلا خودم میبینم مثلا مردم چی رقم راوی میکنن که من مثلا نام مرا صدا میزنن، خب چون دوستم دارن نام مرا صدا میزنن، مثلا نمیتن چون خب به نظر من چون مثلا بعضیش هست سواد ندارن نمیتونم مثلا دوست داشتن خود ابراز کنن، اینی که نامر صدا میزن خوشحال میشن، نامر صدا میزن مثلا یک اشتو که خیلی خورد میاد مثلا مر صدا میزن میگه فلانی خوشحال میشه دیگه، خودم میگه فلانی، مثلا این پلیس های ما خیلی احترام میزن، واقعا همگیشون سلام میدن وقت میشون مردم. خب یک تعدادی هستن که اذیت میکنن اما اونا رو من همیشه نایده گرفتم و همیشه خوبی های مردم رو دیدم تا بدی هایشون، مثلا تا کسایی که مثلا یکم اخلاق اجتماعی ندارن. در برنامه میزبانه یه هفته میبینیم که سر پرنیان بر ما چی تیاری چی آمادگی میگیره و همونطور که امرکت همونطور سر شما نمر میکنم در وقت خوردن. خوب است نوشی جان تو من خوب است؟ ها چه خوب است که بریم جایی که معلک تمرین میکنی، از تمرینات سر پرنیان دیدن بکنیم و گفای در معلک تمرین شما با پرنیان دار. درست است. خوب است. دوست عزیز یک وقفه بسیار کوتاه اما زود برمیگردیم با برنامه میزبان با ما ایمل آصفی در برنامه میزبان و سحر پرنیان و سحر پرنیان.